درود فرمان خدمتتون عزیز، امروز چهارشنبه 22 تیر ماه و شاخص کل برخلاف بقیه چهارشنبه ها امروز 0.4% مثبت شد. شاخص کل هموزن هم همینجور 0.4% مثبت، فرابورس 0.6. البته باید بگیم که یه جورایی همت و تلاش حقوقی ها بود که این اتفاق افتاد امروز، وگرنه حجم معاملات امروز از نظر کم بودن حجم معاملات رکورد زد و کمترین روز حجم معاملات را در سال 1401 شاهد بودیم. یعنی امروز کمترین مورد را داشتیم که حالا بهش خواهیم پرداخت و خروج پول حقیقی هم که ادامه داره. این حرکتی هم که از جانب حقوقی ها شد همون ابتدای صبح، یعنی ساعت 9، یه جورایی شاخص را بالا کشیدند و دیگه همون بالا همون تا انتهای کار. شاید این گونه تصور میشد که اگر شاخص ها اون لحظه های اول خوب بیارن بالا، بعدش حقیقی ها ادامه میدند و خرید ها زیاد میشه، مقدار مثلا 1% به بالا شاخص کل مثبت میخوره، ولی این چنین هم نشد و حقیقی ها خیلی تمایلی به خرید امروز نداشتن. نمادهایی که امروز خوب بالا اومدن نمادهای فراورده‌های نفتی بودند که می‌بینید بیشترین مثبت رو اینها خوردن: شپنا، شبندر، شتران، شاوان، شبریز. نمادهایی بودند که حالا شاید بگیم همین 0.4 مثبتی که داریم رو بورس می‌بینیم، شاید 0.3 رو دوش همین فراورده‌های نفتی بوده، حالا 0.1 دیگه هم روی نمادهای مثل کالا که امروز یه خبر براش مجدد اومد و این خبر مشمول همین نماد کالا و خودرویی ها میشد. شاید بگیم این خبر هم یه جورایی مؤثر بود. خبر تصویب عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس. البته خبرش خیلی خبر جالبیه. نشه شورای عالی بورس و اوراق بهادار امروز عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد. قبلا وزارت صمت اومده بود و اصلا کلن عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع کرده بود، رد کرده بود. حالا یه شورای دیگه اومده میگه که آقا خودرو بفروشیم تو بورس کالا با هماهنگی همونی که میگه آقا نباید بفروشیم تو بورس کالا. یعنی خیلی جالبه، من متوجه نمیشم که الانه جریان چه اتفاقی میخواد براش بیفته. آیا وزارت صمت عقب نشینی کرده از اون موضع قبلی خودش و یا یه اتفاق دیگه افتاده؟ یه چیز جالب دیگه ای هم که دیدم این بود که دولت یه دونه درخواست دو فوریتی فرستاده مجلس برای اینکه دوباره عرض 4200 تومانی رو راه بندازن. مثل اینکه حالا این عمل جراحیه وسط کار با مشکل مواجه شده، اون نخ جراحیشون پاره شده، چه اتفاقی افتاده که دوباره میخوان عرض 4200 تومانی رو بیارن که این هم دوباره از عجایبه. البته گویا حذف عرض ترجیحی خیلی به تولید هم صدمه وارد نموده، از جمله میبینید که توقف 40% خطوط تولید شیر خشک نوزاد در کشور را داشتیم. همچنین تو بحث مرغداری ها ببینین ادامه بلا تکلیفی مرغداران که نهاده با عرض 4200 طلبکارن، اما قبلی ها که طلبکارن فعلا بلا تکلیفن. حالا این جدید ها هم که قراره بیان، یعنی جدیدن هم که میخواند نهاده بخرن، تازه مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. از طرفی خب عرض ترجیحی میبینیم که عرض فسادآوری بوده و در هر حال سرمایه های زیادی را در دست آقازاده ها برده، اونا هم که معمولا پول ها را از کشور خارج کردن و رفتن. اینه که فعلا اصلا مشخص نیست چه اتفاقی میخواد برای عرض ترجیحی بیفته. اگه یادتون باشه یه چیز بوده، یکی دو ماه قبل بود که اومدن قیمت مرغ را زیاد کردن و گفتن نمیدونم حالا از دو ماه دیگه میخواییم اینا درستش بکنیم، یعنی که دیگه به مردم اون 300,000 تومان رو ندن و یه جوری به حالا تولید کننده ها بدن قیمت رو بیارن پایین. نمیدونم
شیوه جدیدی از فروش بذارم و یه سری از این بحثایی که دیگه خودتون میدونید. من تو این برنامه ها اعلام کردم، گفتم که آقا اینها زیرساخت نیاز داره و به این سادگی نیست که الان میگن دو ماه دیگه میخوایم این کار را انجام بدیم و قطعا تا دو ماه دیگه نمیتونن. اگر دو ماه دیگه میتونستن این کار را بکنن الان نمیکردن، نهایتش دو ماه صبر میکردن و میگفتن خیلی خوب حالا دیگه این به اصطلاح مشکل رو برای خودمون ایجاد نمیکنیم، یه انتقاد را به جون نمی خریدن، دو ماه دیگه خب قشنگ همون کار انجام دادن. الان دو ماه دیگه است، یعنی از زمان که این طرح را استارت زدن، حالا برای نون و مرغ و چیزای دیگه، دو ماه گذشته و میبینید که الان به اون جایی رسیدن که میگن نه، مثلا اینکه عرض ترجیحی رو اصلا باید برگردونیم تا اوضاع ذره تکون بخوره. خب اینجا هم اشاره میکنه به یک ساعت طوفانی بورس که همون ساعت اولیه را اشاره میکنه که شاخص خوب اومد بالا، حقوقی ها خوب حمایت کردن و بردندش بالا، ولی بعدش مخصوصا تو فلزات اساسی فروش ها زیاد شد و حقیقی ها به جای اینکه بخرن شروع کردن به فروختن و همین باعث شد که دیگه شاخص رشدی نداشته باشه و یه جورایی متوقف بشه. از طرفی سقوط آزاد ارزش معاملات خرد را داریم که امروز به 2400 میلیارد رسیده که رکورد پایین ترین ارزش معامله در 1401 امروز جابجا شد. خروج پول حقیقی هم ادامه داره، البته نسبت به روزهای پیش کمتر بوده، ولی در هر حال 168 میلیارد تومان امروز هم از بازار خارج شده و در هر حال بیشترین نمادهایی که امروز حقیقی بهشون وارد کرده شوان بوده که رکورددار پول حقیقی بوده، بعد شبندر، شپدیس در رتبه های بعدی قرار گرفتن، اینها بیشترین ورود پول حقیقی را داشتن، موبین بیشترین خروج پول حقیقی را امروز داشته، در مقام های بعدی هم کسرا و شستا بودن که بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردن. دلار خیلی فرق نکرده، قیمت تتر نسبت به دیروز همون 32500 مونده فعلا، سکه هم روی هم 15 میلیونی که دو سه روزی هستش ورود بهش کرده مونده، البته خب به زیر 15 هم سقوط کرد هفته گذشته، مجدد برگشته به همون 15 میلیون. ارزهای دیجیتال هم که فعلا روی 19 20 21 دارن بالا پایین میرن، امروز نسبت به دیروز یه مقداری اومدن بالاتر، دیروز 19400 دلار رو تجربه کردن، الان 19800 دلار رو مشاهده میکنیم. امروز 4-5 تا دونه ارگو ساعتی داشتیم، 4 تا ودی، سامان، تکنو و شپاس 4 تا ارگو ساعتی ما بودن که خب باز تعداد همچین جالب نیست. آقای جعفر انتقاد دارن که بورس دوز بازار شده. آقای حمید رضا میگن اگر امکانش هست در همین ویدیو صحبت بیشتری در مورد ارزها یا رمز ارزهای دیجیتال داشته باشیم که شدت ریزششون زیاد شده، احتمال برگشت رو میشه حد زد یا چگونه هستش؟ ببینید دوستان، در ارتباط با ارزهای دیجیتال ما در هر حال زمانی برنامه هامون رو در ارتباط ارزهای دیجیتال شروع کردیم که بیت کوین حدود 10-11 هزار بود، یعنی شهریور سال 1399 یا میبینید سپتامبر 2020 ما شروع کردیم در ارتباط با بیت کوین. اولین برنامه‌ای که من توی بیت کوین داشتم این بود که انتظار داریم بیت کوین بشه 20,000 دلار، ایاتون باشه، و خب همین اتفاق هم افتاد، بیت کوین اومد روی پله اولی که ما فکرشو میکردیم 20,000 دلار. هیچ وقت هم اون موقع ما فکر نمیکردیم که بیت کوین میخواد به 65,000 دلار هم یا حالا بیشتر، حتی تا 68,000 دلار هم که تقریبا رسید،
69000 دلار هم که دید به اونجاها برسه. اون زمان فکرمون برای این بود که بیت کوین تا 20000 دلار میرسه. نه، اولین جایی که فکرشو میکردیم این بود. خب وقتی که بیت کوین به 20000 تا رسید، در هر حال اون موقع توی ذهن ما اومد که حالا تا 20000 تا اومده میتونه تا 30000 تا هم بیاد. یعنی برنامه‌ای بعدی یادتون باشه ما 30000 رو فکر میکردیم بعد از 20000 باشه، که خب یک مرتبه اومد آنچنان خوب از 30000 بالا رفت که به 42000 رسید و خب تمام محاسبات کسایی که فکر میکنن در ارتباط با ارزهای دیجیتال رو اجورایی به هم ریخت. بعد مجدداً اومد پایین به 30000 رسید، ولی خب این بار فکرشو میکردیم بیش از 40000 تا بره، چون یه تجربه 42000 تایی داشتیم و خب همین اتفاق هم افتاد تا 58 رفت، دوباره اومد پایین، انتظار داشتیم باز بره بالا تا 62 اومد پایین، 50 دوباره انتظار داشتیم بره بالا، 64 اومد پایین، رسید به 30 دوره نصف شد. ولی چون اون روزهای خوب را دیده بودیم، 60000 تایی را دیده بودیم، باز هم انتظار این قضیه داشتیم و اومد رفت، دیدید همین اتفاق براش افتاد. اینکه حالا بیایم بگیم آقا انتظار داریم مجددا بیاد اینجاها رو هم ببینیم، آره، چون یه بار دیدیم حداقل میتونیم تصورش رو داشته باشیم. اون زمان که ما اومدیم بیت کوین 10000 تا بود و راجع بیت کوین 20000 تایی صحبت میکردیم، تصور و یا گنجایش فکری ما هیچ وقت بیت کوین 70000 تایی نبود، اما الان حداقل میتونیم راجعش فکر کنیم. من نمیگم که بیت کوین میخواد بشه 70000 تا یا 60000 تا، ولی شما میگید آیا ممکنه؟ آره، در بازار مالی همه چیز ممکنه، همونجور که عکسش هم ممکنه، یعنی برعکس این اتفاق هم میتونه بیفته، میتونه بیت کوین برگرده مجدد به 10000 تایی که حالا اون زمان اول راجعش صحبت کردیم. آره میتونه بیاد، چون قبلا هم این اتفاق افتاده، قبلا هم داشتیم بیت کوین بیاد به 20000 تا برسه در سالهای قبلی، حالا مثلا به 20000 نم، به 14-15000 تا برسه، بعد مجدد بیاد برسه مثلا به 3000 تا. این اتفاق هم افتاده، پس این هم محتمل هستش. خیلی خب، فقط یه چیزی که نکته‌ای که وجود داره در ارتباط ارزهای دیجیتال این بوده که در هاوینگ هایی که بیت کوین داره توی این تقریباً از زمانی که بیت کوین متولد شده و به بازار اومده، همواره بعد از هاوینگ بیت کوین یک رشد خوبی را، یه چیزی بود یک سال و نیم داشته، بعدش دوباره افت کرده، برگشته پایین تا هاوینگ بعدی. هاوینگ تقریبا 4-5 سال یه بار اتفاق میفته، که خب یک سال و نیم الان فاصله داریم تا هاوینگ بعدی. یعنی الان اینجا این اتفاقی که افتاد از بیت کوین 10000 تا اومد بالا و اون 20000 که ما فکر میکردیم شیکونده شد اومد بالاتر، چرا موقع ما این فکر را انجام میدادیم؟ چون نزدیک هاوینگ بودیم، چون در هاوینگ بودیم، هاوینگ تا اتفاق افتاده بود یا میخواست اتفاق بیفته، حالا هر چیزی دوران هاوینگ بود، ما انتظار داشتیم که بیت کوین مثلا یک رشد دو برابری داشته باشه، که یهویی به جای دو برابری یه رشد 6 برابری داشت. خب حالا زمان هاوینگ که یک سال و نیم دیگه هستش، قطعاً بیت کوین نسبت به هر قیمتی که روی تابلو هست امکان رشد 5-6 برابری خواهد داشت. حالا تا اون زمان، یعنی تا یک سال و نیمه دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خب این یه بحث متفاوتیه. آیا بیت کوین قراره که از 19000 تا 20000 تا بیاد برسه به 10000 تا؟ احتمال وجود داره. هیچ وقت در بازار مالی ما همیشه داریم از احتمالات صحبت میکنیم، یعنی اصلا بازار مالی و احتمال، احتمال این وجود داره که مثلا دلار نسبت به همین قیمتی که هستش مثلا 20%، 30%، 50% دیگه بیاد بالاتر. بله، احتمال وجود داره. منظورم جهانی دلار هستش. حالا مثلا رسیده به این عدد، خب دیروز اومد یک سقفی رو زد، الان یه اصلاحی کرد، دوره امروز کم بازار آرومتر شده، ولی احتمال داره مثلا 30-40% بیاد بالاتر. آره، بعدا اگه اتفاق بیفته ارزش پوند هم با دلار یکی میشه، ارزش یورو خیلی افت میکنه در برابر دلار، ارزش نمیدونم فرانک میاد پایین در برابر دلار، احتمالش وجود داره دیگه. احتمال اینکه بیت کوین بیاد روی 10000 دلار هم وجود داره تا یک سال و نیم دیگه. البته ما همیشه گفتیم یک رویداد جام جهانی داریم که انتظار داریم. ببینید ما تا حالا، تا این لحظه،
هیچ جام جهانی را با ارزهای دیجیتال تجربه نکردیم. بله بیت کوین در جام جهانی قبلی و قبلتری و قبلتریش هم بوده، نه اینکه نباشه، ولی نکته کار اینجاست که تو جام‌های جهانی قبلی فوتبال یا رویدادهای قبلی وسیله خیلی گسترده‌ای برای داد و ستد نبوده. این بار قراره که ارزهای دیجیتال در رزرو هتل، در خرید بلیت، در نمیدونم پرداخت اوبر، در مسائل مختلف مالی در جام جهانی در این جریان بین المللی شرکت داشته باشن. قراره که تبلیغ بشه روشون، روی پیرهن تیم‌ها، روی دور زمین، یه اتفاقات اینجوری. خب قبلا این تجربه رو داشتیم نداشتیم؟ در جام‌های جهانی قبلی هیچ صرافی دور زمین رو نیومده بود بگیره که الان اومدن گرفتن. خب این میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه تاثیرگذار باشه، ولی حالا تا چه اندازه تاثیرگذار باشه اون را نمیتونیم مشخص بکنیم. الان قراره تا جام جهانی مثلا بیت کوین بیاره رو 10,000 تا، بعدا ما این تبلیغات دوباره برگرده رو 20,000 تا، این احتمال وجود داره. قراره که مثلا رو 20,000 تا بمونه و با تبلیغات جام جهانی بیاد روی 40,000 تا، این احتمال هم وجود داره. یعنی شما تجربه قبلی نداریم، نمیتونیم الان بگیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. فقط چیزی که تجربه داشتیم رو هاوینگ هاست. هاوینگ بعدی، یعنی یک سال و نیم بعدی، آیا قیمت بیت کوین میتونه 5-6 برابر بشه؟ بله میتونه 5-6 برابر بشه، چون قبلا تجربه این قضیه رو چند باری داشتیم. حالا تا اون موقع قیمت چند هستش من نمیدونم، احتمال داره که مثلا 40,000 دلار باشه و بخواد 5 برابر بشه بشه 200,000 دلار. احتمال هم داره مثلا 10,000 دلار باشه که بخواد 5 برابر بشه دورش 50,000 دلار. یعنی هر دو تا رو باید در نظر بگیرید. یعنی قانون احتمالاتی رو به ما میده که شما وقتی داری خرید میکنی، وقتی پله‌ای خرید میکنید، به خاطر اینکه ریسک همه اینا رو داری میپذیری که ارزهای دیجیتال اتفاق براشون میفته. در حال الان بحث جنگ اوکراین و روسیه خب تاثیرگذار هست روی بیت کوین؟ بله هست. پیدا شدن یه سری بیت کوین هایی که حالا نمیدونم راست و دروغش در چه حدیه، میگم یه سری بیت کوینی گم شده بوده، سرقت رفته بوده، 100,000 بیت کوین هم هستش، الان برگشته به چرخه. برخی میگن این خبرها رو دارن خبرسازی میکنن که قیمت بیت کوین رو بیارن پایین و خودشون بخرن. خود کیا؟ نهنگ ها بخرن، نمیدونم افرادی که از نظر مالی پول زیادی نقد دارن، منتظرن که بیت کوین بیاد پایین تر و هی پولاشون، دارایی هاشون رو به بیت کوین تبدیل بکنن. و خب همینا دارن یه سری تبلیغاتی میکنن بر علیه بیت کوین که بیاد پایین تر، و خب تا الانم موفق بودن و تا یه جایی کشوندنش پایین. در حال 20,000 تا یک عددی هستش که عدد بسیار محکمیه فعلا در بیت کوین، ولی اگر که این 20,000 تا با قدرت زیاد شکسته بشه، احتمال داره که مثلا ما بیایم دوره 10-12,000 تا رو ببینیم، وگرنه ما یه سایه میتونیم ببینیم روی مثلا 15-16,000 تا و برگرده بالا. بنابراین میتونه 15-16,000 دلار دوباره یه پله ورود باشه برای بیت کوین تا مثلا ببینیم چه اتفاقی میفته. همونجوری که الان 19,000 تا یه پله وروده، پله ورود بعدی 15-16,000 تاست. این خرید پله در بیت کوین و بقیه بازارهای مالی بایست باشه و شما حتما باید این قانونا رو رعایت کنید. در بازار بیت کوین احتمال هر چیزی هم وجود داره، ولی این شدتی که الان شما نوشتید، ریزشی که شده، خب قطعا زمانی که بیت کوین به 40,000 دلار رسیده بود، دو سه ماه پیش ما راجعش صحبت کردیم، خود من اون زمان همه رو فروختم، روی 19,000 تا اولین پله ورودم رو الان زدم، اونم یه ماه پیش اعلام کردم منتظرم دور بیاد رو 15-16,000 تا پله دومم رو بزنم. خب حالا شاید هم هیچ وقت به اونجا نرسه دیگه. این ریسکی که ما داریم توی کارهامون انجام میدیم و بازار مالی این ریسک را داره. نهایتا اگه نرسید خیلی خب، سرمایه ما توی فارکس ادامه میدم، توی بورس ادامه میدم، جای دیگه، ولی منتظر این هستم که بیاد اونجا. الان تتره آمادم که رو 15-16,000 تا گذاشتم الان درخواستای خریدم را که ببینم چه اتفاقی میفته. در حال شما توی صرافی ها میتونید درخواست خرید را به تتر بگذارید که این اومد پایین اتفاق بیفته و کاری که من انجام دادم. یعنی الان پولم تتر، یعنی به دلاره، که از اون طرف یه وقت دلار قیمتش رفت بالا شد 40,000 تومان،
با مشکل مواجه نشن. حالا شما شاید بگید دلار بشه 25 تومن، آره میتونه بشه، ولی احتمال چقدره؟ یعنی هرچی من حساب میکنم احتمال اینکه دلار بیاد بشه مثلا 25 هزار تومن و بمونه خیلی ضعیفه نسبت به اون که دلار بیاد بشه 40 هزار تومن و بمونه. بنابراین خب این ریسک رو نمی کنم، به ریال نگه نمی دارم. متشکرم از آقای مجید که همواره برای ما کامنت میذارن هر روز، خیلی ممنون آقای مجید. و در هر حال آیدی FRH میشن قضیه دولت ها در ایران آدم رو یاد داستان مرد کفندوز میندازه که پدرش گفت من بلایی سر مردم میارم که به روح تو رحمت بفرستن، و الان دقیقا همین وضع به وجود اومده و همه میگه صد رحمت به دولت روحانی، و هرچی جلوتر میریم همینجور دیگه هر سری میشه صد رحمت به اون قبلیه. ممنون از آیدی ساجو جعفری. آقای شهرام میگن از شما انتظار داریم کمی روی اعداد تمرکز کنید و عدد شاخص رو یا بازگو نکنید یا تقریبی محاسبه رو اعلام کنید، نه که هر عدد درست کردن نوشتن شما بازگو کنید. یعنی ایشون آقای شهرام و خب خیلی از فعالان بازار معتقد هستن که آقا این عدد شاخصی که الان ما داریم میبینیم اینجا و خب هر روز راجعی صحبت میکنیم ساختگی هستش، و خب الان باید مثلا عدده خیلی پایین تر از این چیزی باشه که روی تابلو هست. که خب البته ببینید ما در هر حال داریم اون چیزی که رسمی اعلام میشه را بررسی میکنیم در یک به اصطلاح بررسی رسمی. مثل اینه که ما الان بگیم خب الان دلار چنده قیمتش، الان داره 32500 اعلام میشه، خیلی خب الان خیلی بالاتر از اینه، به عقیده من بالاتر از اینه، همیشه گفتم به عقیده من روی 40000 تومان هم میتونه باشه، ولی خب ما الان ملاکمون اینه، روی این داریم صحبت میکنیم. اینجا هم به قول شما میتونیم بگیم آره نسبت به اون زمانی که شاخص روی 1,200,000 بوده خیلی الان پورتفوها فرق نکرده، خداییش هم خیلی فرق نکرده، ولی شاید چند نمادی خوب اومده باشند بالا، ولی کلیت و یا میانگین رو بخوایم حساب بکنیم، چون من وضع رو روی میانگین های پورتفوها الان چک میکنم میبینم بیدم که واقعا تکونه چندانی نداشتیم. الان شاخص شده 1,500,000 نسبت به اون زمان که 1,200,000 بودیم، باید مثلا 20-30% حداقل ما اومده باشیم بالا، که خب اینقدر نیومده بالا، شاید 5% اومده بالا. و شما از لحاظ شاید درست بگید روی پورتفوها، ولی فعلا این عدد رو دارن به ما نشون میدن و به خاطر همینه که ما این رو بررسی میکنیم، چیز رسمی رو در حال داریم میبینیم. حالا همین هم بیاد بالا قطعا ما تکون خواهیم خورد، ولی فعلا که اینقدر ارزش معاملات اومده پایین، حقیقی هم دارن پول هاشون رو دیگه قانع شدن دیگه. ببینید خیلی از اونایی که صبر کرده بودن سر به سر بشن و پولشون رو از بورس خارج بکنن، الان دیگه قانع شدن که نه انگار صبر کنیم به دفعمون نیست و برداریم پولو ببریم توی بازارهای موازی. البته اون افرادی بودن که بدون آگاهی وارد بورس شده بودن و تفکراتی هم داشتن که مثلا حالا بعد دو سه ماه پولشون 5-6 برابر بشه، که خب حالا اتفاق نیفتاده. چند سالی یکی دو سالی الان مقاومت کردن دیدن که پوله بمونیم سر به سر شدیم دیدن اینم نمیشه، الان پولها داره خارج میشه. و تا وقتی که این روند تمام نشه، یعنی تا ما باید ببینیم تا کجا قراره این پول خارج بشه، روند صعودی شروع نمیشه. یعنی یه جایی بالاخره ما میرسیم دیگه، یه روزی میرسیم که دیگه اونایی که میخواستن پولشون از بورس برن بیرون همه بردن و دیگه الان تعادل برقرار میشه. از اونجا هستش که ما منتظر هستیم کم کم نم نم شروع کنه بالا اومدن. در حال ممنون که برامون کامنت میگذاری، منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.